میخوام تو باغ ببینمت. خواهش میکنم بیا. سمر، خواهش میکنم بیا. ببینم مهند کجاست. ای بابا، یه جای خیلی دور. با بشرا حرف زدی؟ به هم قول داد ولی به قولش عمل نکرد. میخوام ازت شکایت کنم. عزیزم این کارو نکن، شما تازه اول راهین. نمیخواستم الان کاری بکنم، میخوام یکم آروم بشه. شاید به صلاحتون نباشه. نمیدونم، باید منتظر باشیم. چیزی که من متوجه شدم اینه که مهند میخواد بیشتر فکر کنه. من قبل از اینکه این موضوع رسمی بشه بهش فکر کرده بودم. میرم توی باغ، میخوام هوا بخورم. نوش جونت. نوش جونت. نوش جون. میخوای من باید بیام؟ نه ممنون. میخواستم بشینم باش مردونه حرف بزنم. عزیز دلم، فکر نمی کنم مهند به خاطر این موضوع تو فکر باشه. شاید میخواد تنها باشه. هرچی باشه واسش خیلی سخته. خدا کنه عاقل بشه. باید بفهمه که نباید دل اون دختر بشکونه. اگه آشتی نکردن چی؟ اونا همدیگر رو خیلی دوست دارن. من مطمئنم که مشکلشون رو حل میکنن. میخوای به چهره جدیدم عادت کنی؟ Thank you.
سمر. مهند، بله همونجا. سمر به هم گفت اینجایی، نگرانت بود، گفت بیام پیشت. اوضاعت به هم ریخته. اما خودم هم از این اوضاع خسته شدم. چرا با بشرا حرف نزدی؟ جرأتشو نداری؟ برای چی همچین تصمیم میگرفتید؟ خودتون میدونید. پس یه موضوع کوچیکو همینجوری بزرگش کردید. کس دیگه ای تو ذهنته؟ نه همچین چیزی نیست، باور کنید اینطور نیست. یه شب که تو مستی داد میزدی دوستش داری، منظورت بشرا بود؟ پس مشکلت چیه؟ تو از ازدواج میترسی؟ شاید، نمیدونم، فکر میکنم هنوز خیلی زوده، چون فقط عشق کافی نیست. ازدواج مسئولیت خیلی سنگینیه که من هنوز نمیتونم عهده‌دارش بشم. میفهمم، خیلی عجله کردم، شمارم هول کردم. خیلی معذرت میخوام. از من عذرخواهی نکن، از بشرا معذرت بخواه. از این فرصت که حلقه ها رو برات فرستاده استفاده کن، شاید خواسته امتحانت کنه. باش حرف بزن، موضوع رو توضیح بده، رو راست باش. دقیقاً بهش بگو اون شب چی شد، چیزیو ازش پنهان نکن. گناه داره، اذیتش نکن، ناامید میشه. درست، حق با شماست. مهند، نتونستم بیام. آخه نمیشد. باید درک کنی.